تفاوت ماه مبارک رمضان با ماه‌های دیگر در چیست و اساساً پیامدهای این ماه مبارک رمضان چی میتواند باشد و در ضمن از اینکه این ماه مبارک رمضان یک آرامش درونی بر انسان میتواند آرامش بیرونی و پیامدهای بیرونی این ماه چی خواهد بود؟ از استاد نصرالله فداکار این سوالات را و این موضوع را بیشتر بحث خواهیم کرد روش و ازشان میپرسیم که استاد در نخست اول شما را خوش آمدید میگم و اینکه بر ما بگوین که ماه مبارک رمضان چه تفاوت با ماهای دیگر داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الآیه. من هم به نوبت خود به بینندگان عزیز برنامه امت وسط از طریق شبکه جهانی هلال خیر مقدم و خوش آمدید میگویم و ماه مبارک رمضان را براشان تبریک عرض میدارم. بدون شک تفاوت هایی را که ماه مبارک رمضان با سایر ماه ها داره، اولین تفاوتی است که ماه مبارک رمضان به عنوان سردار و یا هم سرور تمام ماه‌های سال شمرده شده. دوم، در ماه مبارک رمضان تمامی کتب آسمانی نازل شده، تورات و انجیل و زبور و قرآن مجید. سوم، در ماه مبارک رمضان ماهی است که افزایش حسنات در این ماه با وفور از نسبت به ماه‌های گذشته یا ماه‌های دیگر، بله، و همچنین ثواب این حسنات که تا 70 برابر افزایش می‌یابند. همچنین در ماه مبارک رمضان شب قدر وجود دارد که بنابر فرموده الله متعال که فرموده در این ماه فرشته ها می‌آیند و همه امورات را در یک سال، تقدیر یک ساله را رقم می‌زنند. فقط در ماه مبارک رمضان در شب لیلة القدر این صورت میگیره که تقدیر یک ساله کل مخلوقات را رقم میزنن. و همچنین ماه مبارک رمضان ماه پیروزی در مقابل نفس، در مقابل شیطان و در مقابل دشمنان بیرونی یا دشمنان مثل کفر که ما وقتی که تاریخ اسلام را رقم میزنیم، غزوه بدر، فتح مکه، غزوه حطین، حنین و به همین شکل می آیم عین جالوت، اینا تمام غزواتی هستند که در ماه مبارک رمضان بودن و مسلمان ها پیروز شدن و او هم خیر و برکت و رحمت رمضان بوده که مسلمان ها پیروز شدن. و همچنین در ماه مبارک رمضان ماه اعتکاف، یک دهه از این مسلمان ها به اعتکاف می روشن. این هم از امون تفاوت های ما با ماه های دیگه هست. ماه اخلاص که شخص روزدار در این ماه خیلی با اخلاص روزه خود را سپری میکنه، با وجود که کسی او را نمیبینه، کسی تعقیب نمیکنه، کس اصلا دنبالی و از او نمیگرده، ولی روزه خود را با اخلاصی که داره به پایان میرسه. و همچنین پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم تفاوت های گفته این ماه ماه رحمت است، ماه مغفرت است، ماه آزادی از آتش دوزخ است. خصوصا خلاصه که ماه مبارک رمضان بی اندازه تفاوت های نسبت به ماه های دیگری داره. همچنین تفاوت دیگری که از ماه مبارک رمضان دارن این است که ماه مبارک رمضان مگر نسبت به یکی در موسم گرمی آمده بود و همه نام را براش ماندن نسبت به همه که در موسم گرمی بود و ماه های دیگر نام گذاشتن، ذوالقعده و نمیفهم که ذوالحجه و رجب و محرم، ولی این ماه را نسبت به شرایطی که حاکم بود، شرایطی بسیار سخت بسیار گرم، آمدن ماه رمضان را نامش ازی گذاشتن. بنابراین این اساسی ترین تفاوت هایی است که ما در ماه مبارک رمضان را نسبت به دیگر ماه ها میتونیم به سراغ بگیریم. درست استاد، این اگر ما ببینیم در از قرآن و سنت میتونیم آیات را یا دلایل را، اشارات را داشته باشیم نسبت به این ماه که بسیار پربرکت است و پرفضیلت است. بله، ما وقتی که به طرف آیات از قرآن مجید میریم، آیاتی را که در اول برنامه هم خواندیم که الله متعال در اینجا آمده و ماه قرآن را گفته و طبیعی است که چون ماه قرآن است ماه پربرکتی است. و مسئله بعدی هم الله متعال در سوره دخان وقتی که می آید و در مورد نزول قرآن میگه، اونجا هم میگه که حامیم و الکتاب المبین، انا انزل الله فی لیلت مبارکه، ما قرآن را در شب بسیار مبارک نازل کردیم.
بعد میگه که فیها یفرق و کل و امر حکیم، اینجا همه امور با حکمت تدبیر سنجیده میشه. امرم من عندنا اینا کنا مرسلین، بعد رحمتم من ربک، رحمتی از جانب پروردگارت است، همین ما رحمتی از جانب پروردگارت است، همین قرآن رحمتی از جانب پروردگارت است. و همچنین قضیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث بسیار متعدد فرمودند که شیطان در این ما به زنجیر کشیده میشه، دروازه های جنت باز میشن، و همچنین افزایش حسنات و ثواب و عبادات این مسائل به حد زیاد میشه، و همچنین اعمال پیامبر بزرگ اسلام و گذشتگان امت و اصحاب و خصوصا تابعین و تبع تابعین، وقتی که ما ببینیم در ماه مبارک رمضان با الگو گرفتنی از ماه مبارک رمضان سراسر خیر بودن، سراسر برکت بودن و از این ماه لذت می بردن بدون شک، چون می گفتن که ماه مبارک رمضان ماهی است که ما از هر نگاه خود را می تانیم نوسازی بکنیم، می تانیم تغییر بیاریم در خود، و از هر نگاه تقریبا شادابی را به زندگی خود ما می تانیم دوباره واپس بیاریم. بنابراین روایات زیادی در این مورد هست که ما میشه که فقط بگویم که روایاتی را که داریم از پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم همین قضیه در بند کشیده شدن شیطان ها هست، افزایش حسنات هست، و همچنین مسائلی که انسان مسلمان در این ماه مبارک رمضان دروازه جنت بر روی از او باز می باشه، همیشه دعاهایش در وقت افطار قبول میشه و هر دعایی را که داشته باشه او مستجاب میشه و رد نمیشه. بنابراین خیلی از فضائل و برکات زیادی برای این ماه ما در احادیث سراغ داریم. دقیقاً استاد، اگر ما یک سوال خلق میشه که چون موضوع برنامه همی است که تاثیر معنوی رمضان بر کاهش فقر و جنگ که چی اثرات خود داشت، سوال این طور میه که در زمین از اینکه رمضان یک فرد مؤمن را از درون برش آرامش میبخشه، پیامدهای درونی برش داره، پیامدهای بیرونی برای چی است؟ یعنی برای امنیت و صلح کس رمضان چی پیامد میداشته باشه؟ ما در مورد پیامدهای رمضان وقت صحبت میکنیم، بدون شک که دین مقدس اسلام به عنوان یک دین کامل و شامل در نظر گرفته میشه و برنامه های دین مقدس اسلام هم برنامه های همه جانب است. برنامه های دین مقدس اسلام فقط برای ثواب جمع کردن نیستن، نمیه بگوید که شما روزه بگیرین فقط برای ثواب، نماز بخوانین فقط برای ثواب، اینها اهدافی را دارن و دنبال او اهداف باید انسان مسلمان بره. حالا در قضیه پیامدهای رمضان ما بگویم و یا روزه ماه مبارک رمضان بگویم، بدون شک پیامدهای بیشماری داره. ما تقسیم میتونیم بکنیم که پیامدهای معنوی داره، پیامدهای اجتماعی داره، پیامدهای اقتصادی داره، پیامدهای امنیتی داره، پیامدهای صحی داره. انواع از پیامدها را ما در ماه مبارک رمضان داریم. ما طور مثال در قضیه معنویات ما میبینیم که ماهی است که اینجا اخلاق و فضائل بی نهایت زیاد میشه. حتی او کسایی که قبل از رمضان ارتباط به مسجد ندارند، به معنویات ندارند، در ماه مبارک رمضان یک نوی ارتباط به این ماه پیدا میکنند و این بیانگر ای است که ماه مبارک رمضان ماهی است که معنویات در چی میان افزایش میابند. و همچنین در قضیه امنیت شما وقتی که سوال کردین که آیا رمضان با امنیت ارتباط دارد، بدون شک نه تنها رمضان، کل برنامه های اسلام با امنیت ارتباط دارد، حتی کل اسلام خودش با امنیت بسیار ارتباط ناگسستنی دارد. و یک فکره که امروز ما در جهان آمده مروج شده و گویایی که اسلام توسط جنگ میتونه خیلی رشد بکنه، فکر چندان سالمی نیست. ما جهاد را داریم در اسلام، درست است و بحث خود را دارد، اما رشد اسلام در فضای از امنیت است. ببینین هر برنامه‌ای را که اسلام دارد تا امنیت نداشته باشن اجرای از اون ممکن نشه. مثلا نماز دارن، نماز جماعت، جمعه دارن که مردم در اون جمع شوه، حج دارن که مردم باید برن. حالا اگر شما امنیت نداشته باشین، آیا نماز جماعت برگزار کرده میتونین؟ جمعه را برگزار کرده میتونین؟ حج را برگزار کرده میتونین؟ همچنین زکات که امنیت نباشه و کار و بار نباشه و اونجا پول جمع آوری نشه، چطور این فریضه زکات را ما چه بتیم انجام بتیم؟ در قضیه رمضان هم بدون شک رمضان با امنیت خیلی ارتباط ناگسستنی داره.
حالا شما ببینین انسان میگن که انگیزه، در انسان انگیزه وجود داره و این انگیزه انگیزه است که یا خوب مثبت یا منفی است و بد است. و آیت شریف هم در سوره شمس و ضحاها میرم فالهمها فجورها و تقواها، انگیزه را در انسان خلق کرده. از یک طرف حب مال و شهوت و غضب و خشونت و این مسائل است، و از طرف دیگه قضیه معنویات است که رمضان میآید و میخواد که انگیزه مثبت در انسان چه بکنه، ایجاد بکنه. و طبق آمارهایی هم که امروز کشورها دارن، کشورهای اسلامی دارن، در ماه مبارک رمضان آمار جرائم بی نهایت پایان میآید. 30% و 40% آمار جرائم چه میشه؟ کاهش مییابد. چون که همون مجرمی که بی نهایت مجرم است، در ماه مبارک رمضان اندکی هم از او مجرمیت خود چه میکنه؟ جلوگیری میکنه و میخواد که از این خوبی های ماه مبارک رمضان مستفید شود. بنان خیلی ده. و همچنین حدیث شریف داره، ما رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است که الصيام جنة اذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. شما میگه که روزه سپر است و وقتی که شما روزدار هستین باید دشنام نتین، پرخاش نکنین، با جهل رفتار نکنین باید. و اگر کسی با شما میآید با این رویه خشونت آمیز یا جنگ و یا هم دشمنی و دشنام رفتار میکنه، شما به عنوان روزدار چنین کاری نکنین. چی برسه به ای که قتل برادر رو بله چی برسه به ای که ما بیاییم قتل برادر و مسلمان و این مسائل رو بگیم، حتی از گفتن الفاظ زشت ما را باز داشته. شما حتی گفته اگر او برای شما دشنام داد، شما را آمد از یخنتان گرفت و با شما جنگ کرد، شما نباید ای توی کاری را بکرین، بلکه در مقابل بگین که من روزدار هستم. یعنی انسان روزدار از دو مسائل کاملا باید چی باشه؟ بدون باشه. بعد به این حدیث وقتی که ما میبینیم، ما درک این را میکنیم که ما یک روزه واقعی داریم، یک روزه مروج است. که حالا روزه مروجه که ما داریم، چون فلسفه روزه واقعی را درک نکردیم، متاسفانه که میریم به طرف کارها و اعمالی که اصلا شایسته یک روزه دار نیست. و مسئله بسیار بدی دیگه ای است که خشونت ها گاهن در رمضان به دلایلی از اینکه گرسنگی فشار آورده، تشنگی فشار آورده یا اعتیاد فشار آورده، متاسفانه خشونت ها را چی میتیم ما؟ افزایش میتیم، پرخاش افزایش میتیم، که خلاف چی است؟ خلاف فلسفه روزه واقعی است و خلاف امو آثار و پیامد های رمضان است. بلان ما در رمضان وقتی که میم پیامد ها را شماری، در قضیه با امنیت بود، اما پیامد های بیشمار دیگری ما در رمضان داره، مثل مثلا افزایش تقوا هست، مثلا درک نعمت های پروردگار است که ما در غیر از رمضان در 11 ماه از نعمت های الله متعال استفاده میکنیم و اصلا پروایی هم نداریم، ولی در رمضان وقتی که میم خود را کنار میکشیم از این روزه، از این نعمت ها، بد نیم که واقعا اگر نعمت ها را الله متعال از ما سلب کنه، تشنگی و گرسنگی چقدر مشکل بوده تحملش. و اینجا است که ما نعمت های الله متعال را باید درک بکنیم و همیشه بگوییم که الله متعال اگر این نعمت ها را از ما باز بداره خیلی با مشکل. و همچنین تمرین نهادی نکردن فضائل و اخلاق یا هم ایجاد تغییر در رویه فرد مسلمان. روانشناس های غربی یک فرمول دارن، فرمول 21. اونا میگن که یک انسان اگر بخواه که در خود تغییر ایجاد بکنه، بر یک امر جدیدی که میخواه کسب بکنه و از قضایای منفی گذشت بکنه، 21 روز باید مقاومت کار کنه. 21 روز تا اینکه برش عادت شوه، این عادت خوب و عادت زشت از بین بره. 21 روز باید چی بکنه؟ تمرین بکنه. ما فرمول 30 را داریم. الله متعال 30 روز رمضان را برای ما فرمول تعیین کرده که در 30 روز رمضان وقتی پرخاش نکردی، وقتی بالای غضبت حاکم شدی، بالای شهوتت حاکم شدی، بالای انگیزه های منفیت حاکم شدی، بعد از 30 روزم در 11 ماه دیگه در امنیت 100% خودت میتونه که چی باشه؟ حاکم باشه بالای همه امورات منفی که در زندگیت حاکم بود. ببینن از این فرمول ما استفاده چه میکنم. جالب استاد، نکات بعدیش بعد از یک وقفه اگر بشنویم. میان برنامه کوتاه داریم دوستا و ادامه برنامه را بعد از وقفه دنبال کنیم.
بله دوستای عزیز، استاد نصرالله فداکار با ما هستند. در رابطه با تأثیر معنوی رمضان بر کاهش فقر و جنگ صحبت میکردیم. استاد نکات بعدی همچنان میشه که اشاره کنیم؟ همچنین در مورد پیامدهای روزه ما برابری و برادری و مساوات را میتونیم که در جامعه انسانی بگوییم که رمضان آمده تا بگوید که انسانها همه بنده الله متعال هستند و همه برادر هستند و همه برابر هستند و به خاطر امی است که همه در یک تایم واحد روزه میگیریم و در دقیقه واحد چه میکنیم؟ افطار میکنیم. همه یک حالت پجمردگی داریم و همه تشنه هستیم و گریسنه هستیم. بنان این بیانگری ای است که برابری و یکسانیت را در رمضان ما باید درس بگیریم. ولی برخی خلاف این واقعیت بله. فکر میکنن دیگرا ما یک جای هستیم و دیگرا بسیار از خودشان مرتبه بسیار پایین برشت سیل میکنن دیگرا. متاسفانه جامعه اسلامی به نسبت عدم درک فلسفه های عبادات اسلامی یا احکامات اسلامی به امراض جاهلی گرفتار شده. یکی از او امراض جاهلی همین قضیه تبعیض خیلی خطرناک که همه امورات اسلام، همه احکامات اسلام مخال. نماز ما اصلا اگر شخصی بسیار متعصبی باشی و شخصی باشه که تبعیضی بسیار بالا داشته باشی اصلا نباید که در مسجد بری. چون وقتی در مسجد میری حتمی در پهلوی یک تاجیک می ایستاد میشه، یک پشتون می ایستاد میشه، یک ازبک می ایستاد میشه، یا یک انسان فقیر می ایستاد میشه، یک انسان با لباس های جولیده می ایستاد میشه و تو انسان است که خیلی متکبر و مغرور یا بسیار متعصب، باید مسجد چی بکنی؟ ترک بکنی. حالا به خاطر همین است که علمای امت خیلی دقیق اینجا آمدن گفتن که اصلا او کسی که دنبال تبعیض میره، دنبال تعصب میره و برادری و برابری مسلمان ها را در موردش فکر نداره، ما به اندازه کفر شایدی در جای بی برسه، یعنی شایدی از عقیده اسلامی چه شوه؟ بیرون شوه. و فلسفه هم دارن و فلسفه همی است که به طور مثال ما بیایم در ماه مبارک رمضان به عنوان یک مسلمان روزدار هستم، اما چی هستم؟ تاجیک هستم، روزه دارم، کلمه در زبانم هست، پنج وقت نماز رو میخوانم، ترابی میخوانم. وقتی که پیش یک برادر پشتون میرم و او شخص بسیار متعصب و با تبعیض بسیار بالا و من میگم که من یک مسلمانم، ولی او میگه که این رمضان و روزه و مسلمانی و کلمه و نماز این مسائلت به من کارآمد نیست، فقط بگو که پشتون هستی یا نیستی. یا اگر پشتونی بیای پیش من خدای نخواسته و کلمه در قلبش داره، در زبانش داره، اهل نماز هست، به طرف قبله ما چه میکنه؟ نماز میخوانه و مناسک دینی را انجام میده، ولی من میگم که هیچ یکی از این مناسک را کار ندارم. من چی کار دارم؟ تاجیک کار دارم. پس وقتی که ما خدا را رد کردیم، پیغمبر را رد کردیم، لا اله الا الله را رد کردیم و این شخص مسلمان را با این همه خوبی هایش تسلیم نگرفتیم، چون از قوم ما نیست، از نسب ما نیست، از جداد ما، مسلمان ماندن دیگه خیلی مشکل میشه و یکی از پیامدهایش باید برادری و اخوت، برادری و اخوت و برابری باید در میان مردم باشه. در مسئله فقرا، ماه مبارک رمضان ماهی است که بیشترین توجه را در صدر اسلام در ماه مبارک رمضان به فقرا میشد. به طور مثال از او جایی که ثواب اعمال چند برابر یا 70 برابر میشه، تاجرای مسلمان کوشش میکردن که زکات خود را در ماه مبارک رمضان بیرون بکنن و در همین ما به دسترس فقرای زکات را چی بکنن؟ برسانن تا فقرا بتانن که هم یک افطار و امساک خوبی داشته باشن و سفره رنگینی داشته باشن و از طرفی هم ثواب بیشتر اونا چی بکنن؟ کسب بکنن. بیران اکثرا پرداخت زکات در ماه مبارک رمضان به عنوان یک سنتی است که از گذشته ها مانده و اگر زکات هم در ماه مبارک رمضان پرداخت نشد، ما صدقه فطر را داریم که باید اینجا توجه صورت بگیره، به حالی که به حال فقرا و برای از اونها صدقه فطر مسلمان ها باید داده شود. و در پهلوی از رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق به چی کرده؟ به افطار دادن. شما میگه یک روزدار را اگر افطار میتن، ثواب روزه از او را میگیرین بدون از اینکه از اجری از او کم شود. حالا ما بعد روزدارا امیر میگیم که اگر میخواهیم که ما یک ماه مبارک رمضانمان 30 ماه شبه مثلا، 30 ماه. یک ماه مبارک رمضان چند ماه شبه؟ 30 ماه شبه، 60 ماه شبه، 100 ماه شبه، خیلی آسان است. و اینجا ضرور نیست که سفره بسیار رنگینی داشته باشی،
فقط قسمی که رسول الله صلی الله علیه و آله هدایت نموده، بین یک دانه خرما برای روزه دار بتین. هیچ کم نمیشه. آب هیچ یک قوطی خرما را بگیر، یک روز در 30 روز رمضان 30 قوطی خرما. قیمتش هم 60 و 70 روپیه. 60 تا 70 دانه هم چه داره؟ خرما داره. برای 70 روزه دار وقتی که ایرمتی تو 70 روزه دار ثواب بشه چی میگیری؟ اگر 30 روزه شما به همین شکل ادامه بتین، شما ببینین که هم خوبیش ای است که ما میتونیم که چند ماه روزه و رمضان را ذخیره بکنیم، و هم از طرف دیگه همین عمل خیر و سخاوت را در میان مردم چی میکنیم؟ ترویج کنیم. ترویج میکنیم. بنابراین این هم یکی از همون پیامدهای ماه مبارک رمضان بود که گفتیم که مسلمان ها میامدن زکات را در ماه مبارک رمضان چی میکردن؟ و امروز هم خوب است که ما برای شنونده های عزیز بگویم که قسمی که جمعیت اصلاح افغانستان کمپاین را راه اندازی کرده برای جمع‌آوری صدقات و زکات مسلمان‌ها در ماه مبارک رمضان، اعتماد بکنن به این برنامه و بسپارن به برادران جمعیت اصلاح، و انشاءالله که برادران جمعیت اصلاح کاملا این پول صدقات و زکات اینها را در جاهای اصلیش و مستحقین اصلیش به مصرف برسانند و در روپیه از اینا هم خیانت صورت نمیگیره. و این بهتر است که تاجرای محترم در ماه مبارک رمضان بیاین و پول صدقات و زکات خود را چی بکنن؟ بیرون بکنن. درست. و همچنان استاد در پایان برای ما بگوین که نقش رمضان در کاهش چالش های موجود که از مثل خصوصا در جامعه ما فقر و جنگ و تبعیض و این چی هست؟ رمضان چی گفتم قبلا هم اشارات داشتم تیتو پراننده به این موضوع که امت اسلامی در ماه مبارک رمضان با آرامش نیاز داره. و این آرامش را ما نمیگویم، بلکه قرآن که در ماه مبارک رمضان هست به این دعوت نازل شده به این دعوت میکنه. در قرآن عظیم الشان وقت شما میرین، اصلا هدف قرآن ایجاد جامعه سالم امن و یک انسانی نمونه از خلاصه. حالا وقتی که ما میگیم موضوع قرآن چیست؟ انسان. موضوع قرآن انسان است. و انسان را چی میسازه؟ و هدف قرآن هم انسان سازی است. بزرگترین برنامه قرآن چیست؟ انسان سازی. چطور انسان؟ بعد میگن که قرآن عظیم الشان میخواد که انسانی مسلمانی مؤمنی مجاهد بسازه. انسانی مسلمان مؤمنی مجاهد بود. در قدم اول انسان باید بسازیم. حالا ما امروز ببینیم در جامعه خود متخصص داره، پدر و مادر توجهی به تخصص اطفالشان کردن، اما آیا به انسان سازیشان توجه کردن؟ ما بیم در سفره رمضان و در ختمی که در رمضان میشه، ختم سمبولیک نباید باشه، ختمی باشه که علم افزایش بوده باید بریم، و جوانایی که در مسجد میان، پدرایی که میان در مسجد چی یاد بگیرن؟ قرآن یاد بگیرن. از قرآن چی درس بگیرن؟ و درس چی یاد بگیرن؟ درس خوبی ها و انسان شدن یاد بگیرن. ما متاسفانه که امروز همین متخصص داریم اما انسان نه. کم داریم. خیلی حالا مثلا در قضیه اشاره بکنیم بهتر است، مثلا یک دکتر باشه، جراح است، و یک کسی میاد چند ساعتی بیشتر وقت نداره ولی پول نداره. پول نداره. انسانیت و اسلام که باز تکمیل کننده اخلاق انسانی هست چی حکم میکنه؟ ولی متخصص چی میکنه؟ متخصص میگه که تا زمانی که پول نیاره اگر میموری هم بمر پروا ندارم من. ولی اسلام و انسانیت و این مسائل میگن نه. بنابراین بحث فلسفه هست که چرا وظیفه کل پیغمبرا و وظیفه قرآن ساختن چیست؟ انسان است. چرا؟ به خاطر امی است که امروز هم در جهان کشوری بسیار ترقی میکنه و پیشرفت میکنه که نیروی بشری داشته باشه، منابع بشری. قرآن هم روی امی نیروی تاکید داره. من نیروی انسانی. چی بسازم؟ انسانی بسازم. ولی انسان چطور؟ بعد میگه انسان مسلمان مؤمن مجاهد. حالا ببینید وقتی که انسان مسلمان مؤمن مجاهد شدی، پیامبر اسلام آمده از مسلمان چی تعریف کرده؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کی است؟ کسی است که دیگرا از زبان و دستش در امان باشن. دیگرا گفتن. و مؤمن کیست؟ من امنه الناس علی دمائهم و اموالهم. مؤمن کسی است که مال مردم و آبرو و ناموس مردم و خون مردم از دسترسی از چی باشه؟ در امان باشه. امینش بدانند در حقیقت.
بهترین پیام این برنامه است. بهترین پیام این برنامه امی هست که ما وقتی که به طرف رمضان میریم اهداف رمضان را باید درک بکنیم. من همیشه یک گپی را میگم و خاتمه میتونم همیشه ما ایره میگویم در همه جا یکی از علتهایی که چرا نماز بالای ما تاثیر نداره، روزه بالای ما تاثیر نداره، قرآن میخوانیم بالای ما تاثیر نداره، چون فقط هدف ما همیست که ما ثواب بگیریم. ولی اگر صرف به منظور ثواب بود ما به هدف نمیرسیم. بنابراین ما میگویم همیشه که اگر نمازی میخوانیم، اگر روزه میگیریم، اگر آیت تلاوت میکنیم، اگر کار خیری میکنیم، سه منظور را ما باید داشته باشیم. منظور اول کسب ثواب، بدون شک با اخلاص اگر خواندیم ثوابش ضایع نمیشه. منظور دوم هدف، چه هدفی داره این نمازی که میخوانیم؟ چه هدف این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر؟ روزه ای که میگیریم چه هدف داره؟ لعلکم تتقون، شما باید تقوا باید حاصل بکنید. در 11 ماه بعد از رمضان شما باید کاملا یک انسان مسلمان نمونه ای باشین. این هدف رمضان هست. و زکاتی که میدید چی هست؟ پاک شدن مال، سیر شدن فقرا، اهدافی را داریم در هر بخش. و سومین منظورمون چه باشه؟ در نظر گرفتن فواید. بله، ما نماز میخوانیم در کناری که ثواب میگیریم و هدفی داره، ما فایده ای از اون در نظر میگیریم. روزه اگر میگیریم در کناری از اینکه روزه ای ما ثواب داره و هدفی داره، فواید هم برای ما داره. گفتیم که فواید صحی داره، فواید اقتصادی داره، اجتماعی داره، هر نوع فواید رو ما در رمضان میتونیم که داشته باشیم. تشکر زیاد استاد از حضور شما و از شما بیننده های برنامه امت وسط. به پایان این برنامه رسیدیم، شما را به خداوند پاک و لایزال میسپاریم و این برنامه را همچنان میتونن روی صفحه یوتیوب هلال دنبال کنین. وقت بخیر، الله نگهدارتان.